بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با مهمانانم که در استودیو با من هستند. خالد پشتون عضو مجلس نمایندگان و شهرزاد اکبر فعال سیاسی. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید. آقای پشتون، در مورد گفتگوهای رو در روی طالبان با حکومت افغانستان شما چی دیدگاه دارین؟ آیا طالبان حاضر خواهند شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد سخمنانه بالکل زره فکر کوم چې د تیرو اتلو سکالو په چیرې دوسره د طالبانو او د حکومت بینلی جامعه سره یو ځای چې کوم جنگونه کوم ناخوالی تیرې سولې، نه په دې جنگ کې د افغان حکومت او بینلی جامعه کوم مفاد ولیدي او نه طالبان. ټول ملت شاهد دی چې په زرهاو طالبان په تیرو اتلو سکالو په جنگو کښې د منځه تللي دي او اوس هم د دې بعده ځي. بالاخره د دې موقع را رسېدلې ده چې طالبان باید و سولې ته غاړه کښېږدي، په دې شرط چې پاکستان چې کوم څه نن په زموږ د سولې د شورا د دارالانشاد رئیس او خاص استازي ښاغلي داوزي سره وکړلې، هغه خبرې چې دوی کړې دي پر هغو متعاید اوسي. واقعا که دوی وغواړي چې په افغانستان کې صلح راسي، هغوی کولای سي چې په ډېر اسانۍ سره طالبان د فشار لاندې راولي او دوی سولې ته ترجیح ورکړي. بله مهمه مسله زما په عقیده دا ده، نن تاسو واورېدله چې بنلی جامعې افغان حکومت ته به متواتر ډول دا خبره کوي چې که طالبان سولې ته غاړه کښېنږدي، پس دوی به د جنګ په میدان کښې د ډېر سختو عکس العملو سره مخامخ شي. زه فکر کوم چې د طالبانو ګټه او د افغانستان د حکومت د دواړو ګټه په سوله کې ده، ځکه چې کوم چې ملت یې ورته ډېر سخت لیواله دی. بونو اکبر، شما فکر میکنین که تا چه حد میتونیم به این تلاش ها خوشبین باشیم و از فشاری که بر طالبان گفته میشه حمایت که کشورهای دیگر از این روند میکنن؟ به نام خدا، با سپاس از شما و از بیننده‌های طلوع نیوز. من فکر میکنم که جا برای خوشبینی وجود داره. طبعا هم در بیرون از افغانستان و هم در داخل افغانستان یک موج کلان فشار بر صلح به وجود آمده، تلاش ها بر گفتگوها جریان داره. برای من خوشبین کننده ترین نشانه ای خود بود که طالبا با دولت با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و گفتگوها به مرحله برسه که گفتگوها بین دو طرف افغان باشه. در این مرحله نگرانی است که چون ما در گفتگوها دخیل نیستیم، واقعا سخت است که آدم بفهمه که با کدام مسیر در حرکت هستیم، کدام موارد مورد بحث قرار میگیره و تا چی حدی گفتگوهایی که در غیاب ما اتفاق میفته که در کشورهای همسایه هم دخیل هستن بر سرنوشت ما تاثیر خواهد گذاشت. فکر میکنین که اگر بر جوانان افغانستان در این زمینه نقش داده شود و یا هم تیپهای مختلف چه احزاب افغانستان هستند، نهادهای جامعه مدنی، اینا اگر بیشتر بتونن در این روند نقش پیدا کنند، تا چه حد میتونه موثریت داشته باشه؟ خب حضور جوانا، حضور زنا، حضور جامعه مدنی لازمه صلح پایدار است. ما میتونیم که یک بگ موافقتنامه سیاسی دست یابیم فقط با گفتگو بین حکومت و با طالبان، ولی اون موافقتنامه سیاسی به هیچ صورت صلح پایدار نمیتونه تضمین کنه. او شاید بتونه که سرآغاز منازعات دیگه باشه. اگر ما میخواهیم به نوع صلح دست یابیم که پایدار است و در دراز مدت ما میتونیم که حکومت داری خوب ترویج کنیم و واقعا میتونیم که به وضعیت برسیم که افغانستان در وضعیت پس از صلح تمام افغان خود ببینن، لازمی وضعیت سهمگیری جوان است و لازمی وضعیت سهمگیری احزاب است، سهمگیری جامعه مدنی است و سهمگیری زنان است. مطالعاتی که از روندهای صلح، موافقت و نامه های صلح در اطراف جهان نشان میده که فقط روندهای به صلح پایدار می انجامه که روندهای فراگیر بودن و تمام اقشار جامعه در او خود میدن. و قشر دیگه که حضورشان در این بحث مهم است، قربانیان یا خانواده های قربانیان است، به خاطر از اینکه اونا هم در این جنگ 17 سال بسیار آسیب دیدن و ضرور است که صدای از اونا هم در پروسه شنیده شود. ممنون. آقای پشتون، آیا این روند یک روند فراگیر هست؟ آیا همه در این روند سهیم هستند؟ مخصوصا حمایت های کشورهای بیرونی تا شهد مهم است؟ باید یکی چک نسته چه در افغانستان پا سول کشی امسایگان، هغم خصوصا هغه امسایگان چې په تیرو 40 کالو کې بعضي او بعضي په تیرو 60 کالو کښې د افغانستان په مسایلو کې داخل و، په دې قطار کې د پاکستان، ایران، روسیې، حتی هندوستان، عربستان، سعودي او یو تعداد نور داسې ملکونه ډېرو نږدې چې په افغانستان کې علاقه لري، د هغوی حضور، د هغوی موجودیت، د هغوی موافقه په دې کې نهایت ډېر ضرور ده. موږ وینو د دې څخه ډېر ښه استنباط لاسته راځي چې ښاغلی خلیلزاد د دې دپاره چې په منطقه کښې په افغانستان کې سوله راولي، دوی هم چین ته ولاړله، هم روسیې ته ولاړله او هم هندوستان ته ولاړله. دا په دې معنا ده چې د هغو ملکو د توافق نه بغیر
سوله افغانستان ته راتلای نسی ځکه موږ عملا وینو چې د طالبانو شاته یو تعداد امسایه ملکونه مستقیم او یا غیر مستقیم فعالیت کوي او هغوی سپورټ آن چی نگرانی ایجاد کرده این است که آیا واقعا آن چی را که کشورهای منطقه میگن مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان آیا واقعا به او عمل هم میکنند در این رابطه؟ شه دلته یو مسئله ډیر مهمه ده یو دلته ځینې ملکونه د بعضې ملکونو سره فرق لري د مثال په ډول ایران او روس طبیعي ده چې دوی به د خپلو مفاداتو او د خپلو کارو او د لاسته راوړنې په اساس ځینې اعمال داسې کوي چې هغه به ظاهرا یو شی وي په باطن کې به بل شی وي خو موږ دلته ډیر سخت خوشبینه و پاکستان ته یو په دې خاطر چې پاکستان د بیرونی جامعې په چوکاټ کې په یو ائتلاف کې موجود دی پاکستان د چیرو څلویښت کالو سره خصوصا د ایالات متحده امریکا او انګلستان سره نږدې اړیکې لري او موږ همیشه یو عقیده درلود هغه دا وه چې اما این رابطه پاکستان و امریکا حالا بعض آگاهان میگن که بچیرگی گرایده و دیگر او رابطه سابق نیست نه درسته په ځینو ساحو کښې په ډیپلوماتیکه ساحه کښې به شاید دا تندتر سوی وي لیکن په نظامي بخش کې کوم څه چې د پاکستان کارونه په افغانستان کښې ساري هغه نظامیان دي د نظامیانو په اصلاح کې په بینالمللي جامعه ډېر نږدې اړیکې د پاکستان سره لري زه په دې اعتماد او ایمان لرم چې که بینالمللي جامعه هغه فشارونه او هغه رضایتونه چې دوی غواړي په پاکستان یې تحمیل کړي او پاکستان د هغو سره هماهنګي وکړي کاملا اطمینان لرم چې افغانستان ته سوله راځي یوه موضوع چې زه غواړم هغه ته اشاره وکړم د طالبانو راتګ افغانستان ته په اوس په دغه مقطع زمان کښې حتمي دی دوی باید راسي دوی باید افغانستان په حکومت کې حصه واخلي دوی باید افغانستان په حکومت کې اشتراک وکړي او خپل وطن ته راسي بله چاره نشته ځکه د پروسې کومه پروسه چې اتلس کاله مخکې شروع شوې وه هغه په نهایت ته رسېدلې ده اوس نور نه جهان د دې توان لري چې دا پروسه تمویل کړي نه په پاکستان کې د دې توان شته چې نور د افغانستان په مقابل کې خپل ځان همیشه مواجه کړي او نه په طالبانو کې نور هغه قوت او طاقت شته چې دی هر وخت خپل قربانیان وبر اما حمایت ها از طالبان افزایش پیدا کرده کشورهایی که در گذشته بر ضد طالبان بودن شمارشان حالا حمایت میکنن هر هغه څوک چې طالبان واقعا سپورټوي چې هغه پاکستان دی د نورو ممالک په مقابل کې هغه 50% اهمیت هم نلري اساسی اهمیت په پاکستان کې دی چون د طالب مور د طالب ښځه د طالب اولاد د طالب خور در این اواخر از ایران هم نام برده میشه بالکل بالکل دمون منو چې ایران تاسو ګور یو موضوع زتا استوي د طالبانو د قدرت په وخت هیڅ وخت طالبانو او ایران ښه مناسبات نه درلوده حتی یو ځل داسې له مزار شریف په واقع کې پیښ شوله چې ډېر قریب و چې جنګ شروع شي د پاکستان وبخښئ د ایران او د طالبانو تر مابین لیکن اوس چې کوم حالت په وجود راغلی دی د پاکستان د ایران او د طالبانو تر مابین دا د یو لزومیت په اساس راغلی دی یعنی دا کوم سیاسي سبقه یا بنیادي سبقه نه لري پای ممنون بانو اکبر حالا وقت در بعد داخلی این موضوع مهم هست تا چه حد فکر میکنین که واقعا بر بانوان و جوانان افغانستان در این روند سهم داده شده خب تا به حال از طرف حکومت دو هیئت در رابطه به موضوع صلح معرفی شده یک هیئت 12 نفری مذاکره کنندگان که 3 نفر خانم‌ها هستند در ترکیب از او یک هیئت مشورتی که 33 نفر هستند که فقط متاسفانه 2 نفر خانم‌ها در او هستند در هر دو هیئت هم از لحاظ نمایندگی و هم از لحاظ مسائل تواناییشان سوالای وجود داره من افهم که هیئت ها ثابت میمانند یا ای که با مرور زمان با توجه به نظراتی که از بیرون وجود داشته و انتقادایی که وجود داشته تغییرات خواهد آمد بانو اکبر شما اشاره کردین به 5 بانویی که عضویت در این هیئت و برد مشورتی را دارن برای سال آیا واقعا وجود این 5 بانو را میتونیم بگوییم که نقش بانوان مد نظر گرفته شده و سهم بانوان مد نظر گرفته شده در مورد سهم بانوان و جوانان من فکر میکنم مهمتر از تعداد است که دیدگاه ما باید تغییر کنه دیدگاهی که باید وجود داشته باشه است که نقش اینا باید یک نقش تاثیرگذار باشه یک نقش نمادین یا حاشیه‌ای و به خاطر از اینکه اینا نقش تاثیرگذار داشته باشن زنان و جوانان باید در شکل دهی اجندای صلح سهم بگیرن یعنی که موارد را که در مذاکرات بحث میشه در این موارد صدای زنان و جوانان در شکل دهی موارد در نظر گرفته شود طبق اطلاعاتی که من دارم هنوز در این مورد کار بسیار زیاد بیشتر باید انجام بگیره فقط حضور در دور میز مذاکرات کافی نیست وقتی که شما دور میز مذاکرات حضور پیدا میکنین باید آگاهی قبلی داشته باشین و باید
اطمینان داشته باشین که موازی شما از طرف حیاتی که به نمایندگی از حکومت حضور داره موازی شما هم انعکاس پیدا میکنه، نه اینکه فقط دور میز و در اتاق باشین. به این دلیل من فکر میکنم که جا بر کار بسیار بیشتر وجود داره و من امیدوار هستم که نهادهای جامعه مدنی که بر مسائل زنان کار میکنن و نهادهای جامعه مدنی که جوان محور هستن دیدگاه خود در مورد سال ارائه کنن. ما شما دمی چند روز پیش بود که طلوع خبر داشته مورد از اینکه یک نهاد آمریکایی به نام رند یک دیدگاه مفصل با جزئیات در مورد حکومت و تدابیر امنیتی موقت و ساختار حکومت تمامی موضوعات یک نوشته بسیار منسجم و جامع داشتن. برای من این نگران کننده است که اینمی نظرها در مورد آینده افغانستان در بیرون از افغانستان نوشته شد. وقت است که ما بنویسیم و ما نظر شما در اول اشاره کردین که خوشبین هستین به این روندها. میخوایم بدانیم که در کنار این خوشبینی تان تا چه حد نگران هستین؟ من حیث یک بانوی فعال از دست رفتن دستاوردهایی که جوانان، بانوان و در کل در این چند سال اخیر حکومت افغانستان داشته. خوشبینی ما به ایست که ما آل به اجماع رسیدیم در این مورد که صلح و راه حل سیاسی ما نمیتونه که از این وضعیت که هستیم بیرون بکشه و به نظر من یک مسئله خوب است به خاطر از کاهش خشونت، کاهش خونریزی ضرورت افغانستان است. اما جایی که من نگرانی دارم در مورد چگونگی روند است، در مورد آجندای روند است و در مورد از این که واقعا سناریوی پس از صلح یک روز بعد از سال ما در تحت چتر چین حکومت زندگی میکنیم. مثلا برای ما بسیار زیاد مهم است که در هر دو هم در حیات و هم در ترکیب حیات مشوره‌دهی کسانی باشند که بر قانون اساسی مسلط باشند و فهم بسیار خوب از قانون اساسی داشته باشند. به خاطر از اینکه قانون اساسی به عنوان منشور ملی ما باید محافظت شود. برای ما بسیار زیاد مهم است که دستاوردهایی را که ما در 10 سال گذشته داشتیم، تغییر اجتماعی و فرهنگی را که در افغانستان اتفاق افتاده، این حفظ شود. هیچ کس نمیخواد به دوره طالبان برگرده. هیچ کس نمیخواد دوباره زیر حکومت که طالبان در سالهای 90 داشتن زندگی کنه و طالبان خودشان هم به صورت غیر رسمی میگن که ما پذیرفتیم که نو حکومت دیگه در افغانستان ممکن نیست. من خوشحال هستم که رمشنم، ولی من امیدوار هستم که بیشتر پیامای واضح‌تر ما از جانب طالبان داشته باشیم که دیدگاه از اونها مثلا در مورد نقش زنان در حکومت داری چیست، دیدگاه از اونها در مورد رسانه‌های آزاد چیست، نقش را که اونها برای یک حکومت دموکراتیک میبینن و نهادهای دموکراتیک میبینن چیست، آیا اونها آمادگی ذهنی از این دارن که در پروسه انتخاباتی شرکت کنن یا خیر، در غیر صورت مدل را که اونها برای حکومت داری دارن در نظر چی نوعی از یک مدل است، اونا آیا در پی از ایستن که دوباره حق انتخاب مردم محدود کنن و حکومت دست بسیار دراز داشته باشه و در زندگی خصوصی مردم دخیل شود مثل که در دوره حکومت طالبان بود، یا ای که با در نظر داشت تغییراتی که در افغانستان و در جهان اتفاق افتاده و با در نظر داشت ای که اکثریت این نفوسی مملکت جوان است با آرزوهای متفاوت بر نوع زندگی خود داره، اونا آماده هستند که با این واقعیت جدید افغانستان کنار بیان. نگرانی ما می جمعه که تا چه حد اونا آماده پذیرفتن همی واقعیت هستند و تا چه حد حکومت ما و کسایی که از ما نمایندگی میکنه میتونن این واقعیت ها را با اونا در میان بگذارن. ممنون. آقای پشتون، حالا صلح نیاز مردم افغانستان هست و شما هم اشاره کردین که جز راه گفتگو راه دیگر وجود نداره. اما آمدن صلح در افغانستان به چه قیمته؟ من پدې کې چک نسته چې دا ډېر په غذاب او ډېر په لوړ قیمت باندې سوله موږ ته تمام شوه او تمامیږي، البته تر اوسه خو سوله نه ده راغلي. مهمترینه خبره دا ده سوله چې هر وخت راسي هغه د خلکو غوښتنه ده، هغه باید راسي. مهم سوال دلته دا دی چې آیا په موجوده شرایطو کې حکومت باید څنګه موقف خپل ځان ته ونیسي؟ د یوې خوا څخه طالبان راځي، د بلې خوا څخه حکومت تر اوسه پورې و دې موضوع ته خوشبینانه نظر نه ښکاره کوي. ملامت هم نه دي، زه نه ملامتوم، په دې خاطر چې طالبانو مستقیما د حکومت سره خبرې رد کړې دي، هغه یوازې د ایالات متحده امریکا سره خبرې کوي. زموږ ږغ پر طالبانو دا دی چې ستاسو خبرې په یو چوکاټ کې چې دغه د افغانستان د حکومت سره دي نهایت ډېرې مهمې دي، ځکه د یوې خوا څخه د افغانستان 10 میلیونه نفوس دی، د بلې خوا څخه شاید یو ډېر لږ فیصدي لس تر 15 فیصده طالب او د طالب خواهان یا غوښتونکي په بل طرف کې موجود دي. نو دا خو خپله خلاف د یو ډیموکراسي عمل دی چې تاسو په 15 فیصده پر 15 اتیا فیصده باندې تحمیلوئ. دوی باید د افغانستان هغه ارزوګانو ته چې هغه انتخابات دي، هغه قانون اساسي دی، هغه د تیرو اتلس کالو دستاوردونه دي، هغه په افغانستان کې د یو نوي انقلاب په راوستو سره د میډیا راتګ دی چې په تاریخ کې د افغانستان ساری نه لري، دا هغه څه دي چې موږ باید عملا وساتو. موږ دا د لاسه نه سره کولی. طالب زموږ قبول دی، طالب زموږ ورور دی، طالب دی راسي، لیکن
و دستاوردو تل اس نداری زکه دستاوردونه جز د نظام دی موږ اوس په افغانستان کې ثابت نظام لرو حکومت ته تغییر کول ډیر اسانه خبره ده مشکل جز نگرانی در مورد دستاوردها موارد دیگر هم وجود داره اشاره میشه به حکومت انتقالی و سهم طالبان در قدرت افغانستان در آینده در حالی که ریاست جمهوری و حکومت افغانستان تأخیر در انتخابات را در رابطه با آمدن صلح یا با قیمت صلح پذیرفتنی نمیدارن این بچه من دا دو حکومت خوشتند زما پاقیده که بین لی جامعه جامعه طالبان دوی دواره پر دی موافقه و که چه موش پا افغانستان تا داخلی رو پا دی شرط چه موش پا انتخابات که وانده وخو پا اغی صورت که انتقالی دوره حتمی ده یا موقت دوره حتمی ده اغی بیا افغانستان اما با تاخیر انتخابات امکان حضور طالبان و سهم شدنشون در قدرت وجود نداره؟ ولی نداره بلکل لري تاسو وګورئ که دوه درې میاشتې د انتخابات شاته وژړول امکان دا لري چې در سمبولي او میزانه پر انتخابات ونیسي زموږ امیدواري دا ده که در میزانه پورې طالبان موافقه وکړي چې افغانستان کې راداخلیږي د سولې پر پروسس خبرې کوي او غواړي په انتخاباتو کې څه واخلي دا کوم عیب نه دی بلکل دراسې په انتخابات کې څه واخلي په دې شرط چې انتخابات د طالبانو قرباني نه سي داسې نه وي چې طالب راسي او ما ته وایي سبا په موقته دوره کې چې زه نه انتخابات منم نه قانوني اساسي منم نه د افغانستان دستاوردونه منم په هغه صورت کې ډېر د سخت عکس العمل سره طالبان مخامخ کېږي نه زما بلکې د 50% ملت سره مخامخ کېږي او په هیڅ وجه نه بین لی جامعه دې ته اماده ده چې موږ د تیرو اتولس کالو ډیموکراسي د دوی د غوښتنو قربان کړو البته دوی د خپلې ونډې غوښتنه کوی سي دوی په حکومت کې د سهمداري غوښتنه کوی سي دا د دوی حق دی پس چې میتونه این مورد را تضمین بکنه که واقعا این دستاوردها قربانی نخواهند شد نن سبا په ټول جهان کې توافقات سته بینالمللي پروتوکولونه سته طالب دا نسي کولی چې یو شی زموږ سره ومني او وروسته پر هغه پښیمانه سي او که پښیمانه هم سي دا د ده تاوان دی او د دې کار ګرنټي باید بینالمللي جامعه وکړي همسایه ملکونه یې وکړي که دغه رقم مسخري لکه د کوڅې د الکوانو بیا خو نو معامله معنا نه لري اصلا ممنون بانو اکبر با توجه به اینکه همواره هم چه جامعه جهانی بوده هم حکومت افغانستان و هم احزاب و جریان های سیاسی تاکید بر این کردن که باید دستاوردها حفظ شود همه این موارد را میگن اما چه راهکار وجود داره که واقعا این دستاوردها و آنچه را که مردم افغانستان میخواهد حفظ شود انسجام سیاسی بسیار زیاد مهم است اگر طالبان ببینند که از این طرف انسجام سیاسی وجود داره بین حکومت بین احزاب سیاسی جامعه مدنی و گروه های جوانان و زنان در مورد بعضی از خطوط سرخ یا بعضی از دستاوردهای اصلی اگر اینا با هم صدایی از سوی طرف از طرف حکومت و سایر گروه ها روبرو شوند طبعا مجبور میشن که تمکین کنند و توجه کنند به این خواست ها ولی اگر پراگندگی وجود داشته باشه صداهای متفاوت باشه و ما نتانیم که یک اجماع کلی را در مورد آینده افغانستان در بین خود شکل بدیم طبعا بسیار مشکل تر میشه که باز ما بتانیم طالبان را قناعت بدیم که به این دستاوردها توجه کنند و اینا را جدی بگیرند و موافقت کنن به حفظ این دستاوردها من فکر میکنم که طبعا از او طرفم دیدگاه های وجود داره در مورد از اینکه حکومت چه رقم باید باشه دیدگاه های وجود داره در مورد از اینکه قانون اساسی چه رقم باید باشه درخواست ها بر تعدیل قانون اساسی وجود داره تمام این موارد در میز مذاکره گذاشته میشه بستگی به این داره که یک مقدار انعطاف هم باید هر دو طرف باید نشان بدن این اجتناب ناپذیر است ولی مهمترین مسئله برای من است به نظر من است که اگر ما در روند مذاکرات یک روند فراگیر داشته باشیم و اونا فرصت پیدا کنند که با اقشار مختلف از جامعه افغانستان روبرو شوند با گروه های جوانان روبرو شوند با خانواده های قربانی ها روبرو شوند و درد را که اونا تجربه کردن با او روبرو شوند با زنا روبرو شوند باز متوجه میشن که افغانستان عبدالسالخش نیست افغانستان متفاوت است و اگر اونا علاقمند هستن که خودشان میگن علاقمند هستن اگر اونا علاقمند هستن که افغانستان به ثبات سیاسی دست پیدا کنه از نیازمندی به بیگانه فارغ شوه کشور مستقل و قدرتمند باشه باز مجبور هستن که واقعیت امروز بپذیرن و اگر ما بخوایم که دوباره از صفر شروع کنیم یک قانون اساسی اثر نوشته کنیم نظام اثر بخوایم که طرح کنیم باز دوباره یک عقبگرد کلان تاریخی بر افغانستان می باشه که در آینده به نفع هیچ کسی که در حکومت سهیم است به شمول طالبان نخواهد بود شما به اجماع داخلی اشاره کردین با توجه به اینکه جریان های سیاسی، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، مردم افغانستان، حکومت همه میگن ما صلح میخواییم چرا این اجماع شکل نگرفته؟ خب تلاش های وجود داشته پراگنده من فکر میکنم که در چند ماه گذشته کم شدت هم گرفته که مردم بیشتر در مورد صلح صحبت میکنن و با همدیگر نشست و برخاست میداشته باشن ولی
فکر میکنم حکومت هم در شکل دادن اجماع ضعیف عمل کرده، به او اندازه که باید تلاش نکرده. در این اواخر بعضی نشانه های امیدوار کننده است. ما امیدوار هستم که بیشتر از این نشانه ها ببینیم که از طرف حکومت، از طرف احزاب سیاسی به این مسئله اصلی و مهم آینده افغانستان توجه شود و جامعه مدنی. من نگرانی میست که چانزنی ها بر سر انتخابات پیشرو و تقسیم قدرت اینقدر سیاسیون ما را مصروف بسازه، هم در داخل حکومت و هم در بیرون حکومت، که موضوع اصلی که آجندای صلح است و حفظ دستاوردهاست به حاشیه بره. ما واقعا از این نگران هستم، چون تو به نظر میرسه که حتی در روند صلح بیشتر نگرانی به بین سیاسیون است که خو اگر طالب بیاین چند چوکی کابینه به ما میمانه، در حال که قربانی دادن از او قسمت است، قسمت قدرت سیاسی، تقسیم قدرت سیاسی. به نظر ما او قربانی کلان نیست، قربانی ما نباید در قسمت دستاوردها بودیم و در قسمت آینده مردم افغانستان ما نباید قربانی بتیم. این موضوع مهمتر است. ما امیدوار هستم که فعالین سیاسی ما و احزاب سیاسی ما و رهبرای سیاسی ما با درک اهمیت این موضوع واقعا تلاش کنند که موضوع آجنده صلح و محتوای صلح و ای که آینده حکومت بعد از صلح چه رقمی باشه سر ازی تمرکز کنند، تا ای که تمرکز سر چون از نیای سیاسی فقط صورت بگیره و سر ازی که قدرت سیاسی چگونه تقسیم خواهد شد. چون فقط یک بخش است. خیلی کوتاه پیامتون را برای طرفهای درگیر در این مسئله میخواییم داشته باشیم. افغانستان یک فرصت تاریخی داره برای ازی که خود از منازعه و جنگ نجات بده. ما امیدوار هستم که طرفین با انعطاف پذیری، با ذهن باز و با احترام به مردم افغانستان دور میز بیان و صحبت کنند. آقای پشتون، خیلی کوتاه پیام شما چی هست؟ خواستتون چی هست؟ مش گشتنه در طول ملت گشتنه داده چه صلح جر تر جر برقرار سی بلمی جامعه اسمش گشتنه داده چه تاسو اتل از کال موجودیت پا افغانستان که ادی اقل باید مشته صلح راوی که دوی ووزی او صلح مرانه سی دا برای بلیمی جمعیه دا پارا دیر قطع بدنمی. ممنون از شما خالد پشتون، عضو مجلس نمایندگان، و شهرزاد اکبر، فعال سیاسی. از حضور شما ها در برنامه.